خبر در وزارت نفت مستقر هستیم. دقایقی پیش 179مین نشست اوپک که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد پایان پذیرفت. همکنون در خدمت آقای زنگنه وزیر نفت هستیم تا در خصوص دستور این نشست و همچنین تصمیماتی که اعضا گرفتن با ایشون صحبت کنیم. آقای زنگنه در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مسائلی که در این نشست مطرح شد ابراز تأسف از برگذشت آقای حسین کاظم‌پور اردبیل نماینده ایران در هیئت عامل اوپک بود که اولین جلسه ای بود که من در طول تاریخ که در اوپک شرکت میکنم ایشان رو در کنار خودم نداشتم و خیلی هم من ابراز تأسف کردم و همه وزیران ابراز تأسف کردم. اما مهمترین مطلب جلسه به طور طبیعی این جلسه عادی ما بود و مسئله بازار بود و وضعیت عرضه و تقاضا. کووید 19 اثر بسیار عمیقی در اقتصاد جهانی گذاشته و به همین ترتیب در بازار نفت. الان چیزی که بسیار مهمه و در اجلاس در گزارشش گفته شد امسال برآورد این است که رشد اقتصاد جهانی منفی 3.4% باشه. آمریکا منفی 5.2%، یوروزون منفی 8%، ژاپن منفی 5.1%، انگلیس منفی 8.5%، کلاً OECD منفی 6.1%. تنها کشوری که کشور بزرگ جهان که یک رشد اقتصادی مثبت داره عرض کنم چین هست با 1.3%، وگرنه همه کشورهای دنیا رشد اقتصادشون منفی. این معنیش این است که تقاضا برای نفت به شدت کم میشه. در ماهای 3 ماهه اول سال تقریبا تا 9 میلیون بشکه در روز تقاضا کاهش پیدا کرد، چه برای بنزین چه برای سوخت هوایی، و این باعث شده که کاری که باید کرد برای اینکه قیمت ها از سقوط چلوگیری بشه کاش تولید اوپک در آوریل یا در اواخر فروردین تصدیق کرد که از اول می 9.7 میلیون بشکه از تولیدش کم کنه اوپک و غیر اوپک، و این کار تو بالای 85% عملی شده. خب امروز تصمیم برای 2 ماه بود که 9.7 میلیون کم کنن، بعد از ماه جولای 7.5 میلیون بشکه کم کنن و از دسامبر هم به مدت بیشتر از 14 ماه برای 14 ماه دیگه هم بیان مقدار 5.5 میلیون بشکه کم کنن. امروز تصمیم گرفته شد که 1 ماه به اون کاهش 9.7 میلیون بشکه ای ادامه بدن. این پیشنهادی است که اوپک داد برای غیر اوپک که تا دقایق دیگر جلسه ما با اوپک پلاس هم تشکیل میشه که اگه این تصدیق بشه در اون 1 ماه بهش اضافه میشه. اونهایی هم که کم نکردن تعهد کردن در اوپک که این در ماهای آتی ظرف 3 ماه از کنم جولای اوت و سپتامبر این مقداری که کم نکردن تعهدشون بوده در ماه می حتما کم بکنن، که ما مقدار موجودی ذخایر نفت و فراورده در جهان باید کاهش پیدا کنه اگر قیمت ها بخواد درست بشه. خب تصمیم اوپک و غیر اوپک باعث شد که قیمت های نفت این روزها برای برند به بالای 40 دلار در هر بشکه برسه، که این تصمیم نشانه این است که تصمیم موفقی بوده و درست عمل شده. امیدوارم با همدلی که هست این تصمیم قیمت نفت به وضعیت بهتری برسه. البته زمان میبره تا ما اقتصاد جهانی تا ترمیم نشه و به وضعیتی از این رکودی که درش هست و این رشد منفی اقتصادی خارج نشه تقاضای نفت بالا نمیره، و تقاضای نفت هم تا بالا نره جریان قیمت نمیتونه به خودشون به وضعیت متعادل برسونه. اما اون چی که تا الان شده توسط اوپک و غیر اوپک موفق. بله، آقای وزیر اشاره داشتید که در دقایق دیگه هم قرار هست که نشست اوپک پلاس آغاز بشه، توضیح کوتاهی هم در این خصوص می‌فرمایید. تعدادی از کشورها، 10 کشور هم هست در اونجا که در رأسش روسیه هست، مکزیک هست، قزاقستان هست، آذربایجان هست، اندونزی هست، مالزی هست، 3 کشور هستن اونجا با ما همکاری دارن. عمان هست که از همکارای همیشگی اوپک بوده، و اینها بالاخره تقریبا 40% کاهش تولید و اونها معمولاً داشتن با تقسیمات کردیم که روسیه بالاترین مقدارو داشته، و حالا اونجا هم فکر نمی‌کنم چالش عمده‌ای باشه. امیدوارم اونجا همین تایید تصمیمی که ما داشتیم در اوپک تایید بشه و این همکاری ادامه پیدا کنه. البته اون تصمیماتی که قبلا گرفتیم برای تا اپریل 2022 که 2 سال بوده، اولین باری بوده که اوپک تصمیم 2 ساله میگیره با غیر اوپک،
اونها به قوت خودش باشه. تشکر میکنم از شما آقای زنگنه وزیر نفت. در خدمت شما هستم خانم امامی. خیلی ممنونم.